در حالی که میلیون ها دلداده ی حضرت سیدالشهدا علیه السلام از اقصی نقاط جهان برای شرکت در زیارت اربعین به شهر مقدس کربلا مشرف شدند، حکومت ایران در ادامه تلاش های ناموفق خود برای مصادره به مطلوب کردن این موج خروشان حسینی سعی در سیاسی جلوه دادن این زیارت دارد. شعار راه قدس از کربلا می گذرد و زیارت به نیابت اسماعیل هنیه از جمله این اقدامات است که درباره آن با دکتر سید احمد شمس صحبت خواهیم کرد، فعال و تحلیلگر سیاسی. اما ابتدا به گزارشی که در این باره تهیه شده توجه فرمایید. جمعی از مداحان حکومتی و طرفدارانشان با سر دادن شعارهایی در مقابل بعثه اربعین آیت الله العظمی شیرازی و مقر مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در خیابان قبله حضرت سیدالشهدا علیه السلام سعی در تفرقه افکنی بین صفوف زائران اربعین داشتند. در ایام منتهی به اربعین حسینی بیش از 20 میلیون زائر در مشایع اربعین از سراسر جهان و نقاط مختلف عراق به سمت شهر مقدس کربلا با پای پیاده مشارکت می کنند و از طرفی مردم عراق سعادت میزبانی و خدمت به زوار اربعین حسینی را دارند و این چنین اربعین موجب اتحاد بیشتر همه مردم دنیا با ملیت‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون می‌شود. حب الحسین یوحدنا و حسین محور اتحاد شعارهایی هستند که بیانگر این اجتماع شورانگیز است. اجتماعی بی‌بدیل حول محور فقط یک نام و فارغ از هر گونه هوا و هوس و حب جاه و مقام. در این مسیر شورانگیز و بی‌مثال بالا مرتبه ترین چهره های سیاسی اجتماعی و صاحب منصبان و نظامیان رد بالا و ثروتمند ترین ها در کنار فرودست ترین اقشار جامعه همگی خود را پیرو فقط یک نام می دانند و بدون توجه به تمامی قدرتمندان و سیاستمداران و اسامی گوناگون فقط با شعار لبیک یا حسین پای در این مسیر گذاشته و آرمان خود را فقط حسینی می دانند و زیارت خود را با دعا برای فرج کامل می کند. اما جمعیتی محدود که گویا اجتماع اربعین را با دیگر میتینگ های سیاسی اشتباه گرفته و تصور می کنند همچون کنش های دیگر سیاسی با جابجایی اتوبوسی طرفداران خود و با قوقا سالاری و پروپاگاندا می توانند جمع قلیل خود را با تدلیس و نیرنگ فراوان جلوه دهند، به جای شعار لبیک یا حسین شعارهای بدعت‌آمیز دیگری را جایگزین آن نمودند و به جای فراخواندن مردم به سوی حضرت سیدالشهدا علیه السلام کربلایش را به مسیری برای رسیدن به قدس محدود کردند و حتی زیارتشان را به نیابت اشخاصی همچون اسماعیل هنیه انجام می‌دهند که در طول زندگیش با توجه به اعتقادات اخوانی هیچ میلی به زیارت نداشت. جمعیتی که در رأس آنها مداحان حکومتی اقدام به تفرقه افکنی و توهین به مراجع مستقل شیعه می کنند از این مسئله غافل هستند که تنها حسین علیه السلام است که این جمعیت میلیونی را گرد هم جمع نموده و احدی از زورمداران دنیا چنین توانی را ندارد و هر کس بخواهد این جمعیت را مصادره به مطلوب کرده و نام خود را بر آن بنهد همچون بسیاری دیگر از زورمداران پیشین رفتنی است و نامی از او باقی نخواهد ماند، همان گونه که از پیشینیان نیز دیگر خبری نیست. آیت الله العظمی شیرازی در شام قریبان سال جاری در اجتماع عزاداران حسینی فرمودند تمام کسانی که در مقابل حضرت امام حسین علیه السلام قرار می‌گیرند تمام شدنی هستند، اما ماجرای آن حضرت تمام شدنی نیست. معظم الله در ادامه با اشاره به فنا شدن جریانات سیاسی معاصر و گذشته های دور در مواجهه با دستگاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام فرمودند امروزه جریانی با عظمت تر و گسترده تر از جریان امام حسین علیه السلام نیست. چه نیکوست افراد معدودی که در خیابان باب قبله امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا
این شبها در صدد ایجاد تفرقه میان صفوف مستحکم حسینیان هستند، به جای نام بردن از افرادی که همچون پیشینیان ماندنی نیستند، فقط نام ماندنی حسین را فریاد بزنند و به جای لبک به نامهای فنا شدنی، تنها برای او که جاودانه است و تمام نخواهد شد فریاد بزنند لبک یا حسین. سردادن شعارهای تفرقه انگیز توسط مداحان حکومتی وابسته به ایران در جمع میلیونی زائران اربعین واکنش‌های فراوانی را بین زائران و فعالان مذهبی به دنبال داشته. فعالان فضای مجازی با انتشار تصاویر مختلفی از اقدامات تفرقه انگیز آنها می‌گویند نمی‌توان از نام زائر برای چنین افرادی استفاده کرد. افرادی که با شکستن حرمت کربلا و هتک حرمت اربعین حسینی و هتک حرمت مرجعیت شیعه سعی در ایجاد تفرقه در میان صفوف حسینیان را دارند و به جای شعار لبیک یا حسین، لبیک برای نامهای فنا شدنی سر می دهند. دکتر سید احمد شمس، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا با ما هستند تا تحلیل وی را در رابطه با این گزارش بشنویم. آقای دکتر سلام و عرض ادب خدمت شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، و عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین حسینی در جوار مرقد مطهر آقا ابا عبدالله الحسین. گزارش بسیار خوبی تهیه شده بود. من میخوام در ابتدا از فرصت استفاده کنم، شاید این فرصت رو خود این افراد معلوم الحال به وجود آوردند که اولا دست خودشون رو شد و رسوا شدن با این حرکتی که انجام دادن، و ثانیا فرصت برای این که سالهای سالی که این جریان در تلاش هستش که چنین القا کنه که هزینه های این اجتماع عظیم مردمی رو این حکومت داره پرداخت میکنه و تقبل میکنه. اعداد و ارقامی رو بیان میکنن در همین دولت جدیدی که تازه روی کار آمده، یک اعداد و ارقام عجیبی اعلام شد، اما ما که چیزی از اون اعداد و ارقام در اینجا نمیبینیم. کسانی که اینجا هستند و زندگی میکنن میدونن که مشایع امام حسین علیه السلام، پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام، یک سنت 1300 ساله شیعی عراقی است که از صده های قبل به ارث رسیده به شیعیان عراق. شیعیان عراق اعم از ثروتمند و فقیر در این مشایع شرکت میکنن، با بذل جان و مال و همه وجود خودشون. من در همین امسال شخصی رو دیدم که خانه خودش رو فروخته بود و بذل کرده بود در راه زائران امام حسین علیه السلام. مشخص نیست این بودجه هایی که اسم برده میشه که میاد در کربلا صرف میشه قرار هست کجا بره، به کدوم گروه های نیابتی و سر از کجا در بیاره، و متاسفانه این رو ادعا میکنن که به اربعین میاد. متاسفانه برخی از رسانه های فارسی زبان هم دامن میزنن به این قضیه و بخشی از مردم ناآگاه داخل ایران هم متاسفانه به این قضیه دامن میزنن. و همونطور که در گزارش اشاره شد، متاسفانه وقاحت رو به یک جایی رسوندن که این حرکت و اجتماع مذهبی بیش از 20 میلیونی رو که سابقه بیش از 1300 ساله رو داره با یک میتینگ سیاسی اشتباه گرفتن. همونطور که تو نماز جامعه هاشون، سفرهای استانیشون، نماز عید فطر و قربانشون اتوبوسی آدم جا به جا میکنند که با تدلیس و نیرنگ خودشون رو فراوان جلوه بدن، یک عده معدود رو آوردن اینجا در خیابان باب قبله در مقابل عرض به خدمت شما به اسه مرجعیت و شعارهایی سر دادن که فراخواندن به اشخاص هست نه نام حسین. همونطور که اشاره فرمودید شعار همه ما حب الحسین یوحدنا، عشق به امام حسینی که این جمعیت رو کشیده به اینجا، و اگر نبود نام امام حسین قطعا این جمعیت اینجا جمع نمی شد. این نام ها فنا شدنی هستند، کما اینکه بسیاری فنا شدند و رفتن، و اگر تصور میکنن با این کار
میتوانند برای خودشون محبوبیتی کسب بکنند. در اشتباهن اتفاقا از شب گذشته همونجور که اشاره فرمودید در فضای مجازی ذکر شد، بسیاری از اشاعر عرب شیعه بسیار خشمگینند و ماهیت واقعی این حاکمیتی که ادعای حسینی بودن میکنه اما در مسیر یزید متاسفانه داره گام بر میداره کاملا داره روشن میشه. نکته دیگر هم خدمتتون عرض بکنم، اگر این جماعت از موفقیت یک شبکه تلویزیونی، از موفقیت یک بیت مرجعیت یا سازمانهایی که توانسته این مرجعیت در اقصانقاط عالم ایجاد بکنه عصبانی هستند و نمیتوانند همانند این مجموعه حرکتی انجام میدن، اگر میخوان عصبانیت خودشون رو خاموش کنن راهش اینجور حرکت ها نیستش. همونطور که خدا به امام حسین عزت داده به دیگران هم عزت میده، عزت و ذلت دست خداست. با این حرکت های شوم جز این که خودشون رسوا بشن کار دیگه رو نمیتوانن انجام بدن و همونطور که در انتهای گزارش آمده بود به جای اسمهای فانی متوکل 17 بار خاص قبر امام حسین علیه السلام رو نابود بکنه و کرد. منصور دوانیقی بسیاری از سلاطین و ظالمان تاریخ خواستن نام امام حسین رو خاموش کنن و نام خودشون رو جاش بگذارن، اما همه اونها رفتن و امروز نامی از اونها نیست و قطعا فرداها نامی از این اشخاصی که به جای امام حسین با لبه گفتن به اونها میخوان نام اونها رو زنده نگه دارن ترفی نخواهند بس و فقط نامی که زنده خواهد ماند حسین خواهد بود و همه باز هم خواهند گفت لبیک یا حسین. بله ممنونم. با تشکر از دکتر سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.